ارائه‌ای که حالا امروز قراره یه خورده در رابطه باهاش صحبت کنیم در رابطه با آزادی و محرمانگی ماست توی رایانش همراه. رایانش همراه یه تعریفی بکنیم، بخشی از رایانشه که توسط افزارهای قابل حمل انجام میشه. مثلا ما هممون تقریبا چند تا سیستم همراهمون داریم، ما یه گوشی داریم معمولا، یه سری ها تبلت دارن، یه سری ها ایبوک ریدر دارن، لپتاپ اونو ممکنه به خودمون ببریم که حالا اون خیلی جز همراهش محسوب نمیشه، ولی بالاخره اونم دیوایس همراهمونه. ساعت هوشمند ممکنه داشته باشیم، از این بندهای هوشمند، خیلی چیزهای مختلفی هستش که ما همراهمون داریم. و متاسفانه حالا در بین چه کاربران چه سازندگان به این حوزه از رایانش از دیدگاه محرمانگی داده ها امنیت خیلی توجه نمیشه. حالا مثلا کاربران رو میشه توجیه کرد، خب خیلی هستن که نمیدونن، ولی تولید کننده هایی که گوشی تلفن تولید میکنه یا چیزهای دیگه ای تولید میکنه که همراهمون داریم، به این بزرگی انتظار میره ازشون که یه خورده بیشتر به این مبحث دقت کنن. چرا گفتیم امنیت واسه همون مهمه؟ چون تلفن ما یه چیزی که همیشه همراهمونه. خیلی همون با تلفنمون میریم تو رخت خواب صبح، اولین کاری که میکنیم اینه که میایم گوشیمون رو چک میکنیم ببینیم چه چیزایی گفته شده، بیرون میریم همیشه همراهمونه، چند تا پاور بانک سنگین با خودمون میبریم که یه وقت مثلا ایرا باتریش تموم نشه همیشه روشن باشه. این تلفن همیشه همراه ماست، در حقیقت هر جایی که ما داریم میریم و میدونه، هر کاری که ما داریم میکنیم و میدونه. ما ازش استفاده میکنیم، چت میکنیم با بقیه، ایمیل میفرستیم، قرارامون رو ست میکنیم، فایلامون رو توش نگه میداریم، اطلاعات شخصی خیلی بیشتری داریم، اطلاعات شخصی خیلی زیادی داریم روی گوشی هامون، و این اطلاعات یه منبع خوبیه برای کسایی که ممکنه بخوان ازش سوء استفاده کنن. امکانات ارتباطی خیلی بالایی داره. تلفنی که داریم میتونه به وای فای وصل شه، میتونه با بلوتوث چیز بفرسته، میتونه از طریق سیم کارت یه چیزی بفرسته، برودکست کنه، بگیره، اطلاعات مختلف چه ارسال کنه چه بگیره. امکانات ارتباطیش خیلی بالاست. روش کلی برنامه داریم، پنج معمولا احتمالاً یه چیزی بوده 30 40 تا برنامه رو همه دارن دیگه روی گوشیشون. این برنامه‌ها، هر کدوم از این برنامه‌ها هم یه سری اطلاعات خودش تولید می‌کنه، هم می‌تونه یه سری اطلاعات رو بفرسته بگیره. بنابراین ما باید بدونیم که چی کار داره میکنه. و علاوه بر اون، چیزی که توی حالا مثلا کامپیوترهای سنتی نبود، حسگرهای مختلفیه که داره. میکروفون داره، دوربین داره، مکانیاب داره، حسگر اثر انگشت داره، حسگر اینکه الان تو چه ارتفاعیه و نمیدونم با چه سرعتی داره و شتابش چقدره، کلی حسگرهای اینجوری داره که خود اینها باعث تولید اطلاعات میشن. همه اینها دارن اینفورمیشن تولید میکنن و این اینفورمیشن ها رو میشه ازش استفاده کرد برای هر مقصدی. بنابراین میبینیم که توجه به امنیت روی این دستگاه ها میتونه خیلی مهم باشه. به عنوان یه چیزی که خیلی فراگیره و تقریبا میتونیم بگیم اکثریت جامعه در این دوره زمانی دارن ازش استفاده میکنن، تلفن های حالا هوشمند اندرویدیه. یه نگاهی کنیم به سخت افزارهاشون. حالا من انتظار داشتم که این تصویری که اینجا هست خیلی بزرگتر باشه، اون احتمالا گوشه هاش خونده نمیشه، من واسه تو میخونم. میتونم از این موس استفاده کنم. آره، یه دونه سامانه تراشه‌ای داریم اینجا، SOC، سیستم عامل چیپه. این SOC چیامون روشه؟ روشون سیستم عامل و این داستانا که ما استفاده میکنیم همه روی این هاست. این خودش وصل میشه به چی؟ به یه حافظه اصلی که رم گوشیمونه. یه حافظه جانبی داریم که در حقیقت مثل SD کارتامون به این وصل میشه به عنوان یک حافظه. یه سری مدارهای مجتمع داریم، IC های مختلفی که سیستممون داره بهش وصل میشه. مثل چی؟ مثل هر کدوم از این حسگرهایی که گفتیم، دوربینمون خودش مثلا یه IC واسه خودش ممکنه داشته باشه یا چنین چیزایی. یه سری ورودی خروجی داریم. این ورودی خروجی ها اطلاعاتی هستن که ما از محیط گرفته میشه به عنوان ورودی و اطلاعاتی هست که میتونه حالا نشون بده یا جایی ذخیره کنه. اینها به عنوان اطلاعات خروجی. و از همه مهمتر چیزی که اینجا هست، مودمیه که داریم. توی تلفن‌های امروزی که داریم، اون بخش مودم، یه توضیح بده، مودم اون بخشیه که شما رو به شبکه وصل می‌کنه، سیم کارت رو می‌خونه و به شبکه وصل میشید. وقتی که می‌خواید تماس بگیرید، در واقع سیستم عاملتون تماس نمی‌گیره. سیستم عامل به مودم میگه این شماره رو واسه من بگیر، مودم اون شماره رو می‌گیره. در ساختار امروزی تلفن‌ها که داریم، مودم خودش یک
میتونیم بگیم که یک کامپیوتر مجزا است، یعنی در حقیقت دو تا کامپیوتر شما دارید، یه دونه اون چیزی که سیستم عاملتون رو میده شما میبینی کار میکنین باهاش و یه سیستم عامل دیگه هم روی مودم نصبه. اون مودم خودش وقتی که روشن میشه میدونه چجوری سیم کارت رو بخونه، چجوری وصل شه و اینها. ما حالا توی حوزه سیستم عامل خب خیلی پیشرفت کردیم، ولی یکی از اینجا بوق میزنه، یکی از چیزهای امنیتی، تریتای امنیتی که داریم توی بخش مودم هاست. ما هنوز خیلی نمیدونیم که مودم ها دارن چی کار میکنن. مودم اون شرکت سازنده میده، در قالب یه سخت افزاری روی گوشی نصب میشه. ما حوزه کاریمون توی قسمت SOC که داریم و شاید اینها رو هم بتونیم یه مقدار کنترل کنیم، ولی روی مودم در حال حاضر مودم آزاد نداریم. یکی از تلاش های آینده میتونه این باشه که بریم سمت اینکه مودم آزاد تولید کنیم برای قطعاتمون. از حیطه نرم افزار اگه نگاه کنیم، خب یه سیستم عامل کلی داریم اینجا که در حقیقت مثلا اینو به اسم اندروید میشناسیم. مودم گفتیم، خود مودم یه سیستم عاملی داره، این در ارتباط با سیستم عامل ما. دستگاه هایی که داریم، اون IC هایی که مدارهای مجتمعی که هستن، که روی اون مدارها چیه؟ روی اونها یه سری فیرمور نصبه. خیلی از این فیرمور ها دقت داشته باشید که آزاد نیستن. تقریبا شاید اکثر فیرمور هایی که روی قطعات هستن انحصاری هستن. خبر خوب این که برای خیلی از اینها کار شده، نوشتن راه اندازهای آزاد نوشتن. یه سری درایور آزاد هست که مثلا این با تقریبا مثلا 90% میتونه همه دوربین ها رو مثلا هندل کنه. ولی با این حال معمولا وقتی که یه گوشی رو میخرید بیرون، یه فیرموری که رو دوربینش هست فیرمور اختصاصی شه. اگه که مثلا بخواید یه مثالی بزنید که آشناتر باشه، مثلا شما وقتی که اوبونتو نصب میکنید کارت گرافیک AMD روش باشه، خب خودش یه درایوری داره و میشناسه AMD رو میاره بالا. ولی وقتی که مثلا یه سیستم میخرید که روش ویندوز هست و AMD داره، روش درایور AMD نصبه، درایور انحصاری AMD روش نصبه، که حالا ممکنه یه سری قابلیت های بیشتری بهتون بده، ولی از اون ور چون آزاد نیست نمیدونیم چی کار میکنه و مشکلات امنیتی به وجود میاره. و بخش دیگه ای که توی نرم افزارها هست بوترامه. بوترام چیه؟ بوترام وقتی که شما تلفن رو روشن میکنید، اولین جایی که روشن میشه بوترامتونه. بوترام روشن میشه، در حقیقت بوتلودرش مثل بوتلودر شماست، به صورت یه فایل رام توی یک جایی از SOCتون ذخیره شده. صدا مشکل داره؟ به صورت یه فایل داخل رامتون ذخیره شده و وقتی که تلفن رو روشن میکنید اول بوترام میاد بالا، بعد بوترام گوشی رو میده دست سیستم عاملتون که میتونه ازش استفاده کنه. روی این هم یه نرم افزاری نصبه. بنابراین یکی از نقاطی که میتونه مورد توجه قرار بگیره در مبحث امنیت بوترامه. سعی کنیم که بوترامی تولید کنیم که آزاد باشه. میگم من این اسلایت هایی که آوردم بیشتر دیدگاهش دیدگاه سازنده است، یعنی یه نفر که میخواد یه گوشی بسازه یا کسی که داره گوشی میسازه چطور میتونه امنیت رو توش بهتر رعایت کنه. برای همین مثلا یه سازنده باید سعی کنه که بوترامی که استفاده میکنه بوترام آزاد باشه، اگه خودش مینویسه آزادش کنه که مشکلات امنیتیش دیده بشه و برطرف بشه. چند سطح امنیت داریم؟ گفتیم هر کدوم از این چیزهایی که الان توضیحشون رو دادیم میتونن یه سطح امنیتی باشن. سخت افزارمون طراحیش هم باشه، یعنی در لایه مثلا کشیدن مدارها دقت کنیم امنیت رعایت شده باشه چون خیلی مهمه. فیرمورهایی که روش هست امن باشه، مودمی که روش هست امن باشه، بوتلودری که داریم اون امن باشه و سیستم عامل و نرم افزارها که هر چی میایم به سمت پایین چیزش راحت تر میشه، پیاده سازیش راحت تر میشه. هر چی به سمت بالا میریم سخت تر دسترسی به ساختن یک سامانه آزادی بر پایه اینها. وضعیت فعلی چیه؟ بازم احتمالاً خیلی خوب نمیبینید. این آبی پررنگه که این بغله مودمه که حالا میتونه وصل به یه سری اپراتور یا استیشن‌های فیک هم میتونه وجود داشته باشه. این وصل میشه به سیستم عامل، وصل میشه به IOمون، وصل میشه به رم، استوریجمون، GPSمون، کودکامون، کامرامون، به همه چی در حال حاضر وصل میشه. از دیدگاه ما این خوب نیست، این امن نیست. چرا؟ چون مودم میتونه سر خود هر کاری بکنه. اگه بخوایم یه چیزی داشته باشیم که حداقل گفتیم مودم امن کردنش خیلی سخته، الان مودم رو امن نمی‌کنیم، حداقل در لایه طراحی سخت افزاری
بیایم مودم رو ایزولش کنیم، به این صورت که مودم فقط با سیستم عاملمون در تماس باشه و خب سیستم عامل به همه اونها وصله، بتونه یه سری درخواست منطقی بده و سیستم عامل ببینه اگه منطقی بود جوابا رو برگردونه، خود مودم نتونه مستقیما بره از دوربینتون عکس بگیره بفرسته با دیتا به همراه اول. خب پس ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که سیستم عامل رو امن کنیم، یعنی راحت ترین کاری که میشه کرد در وهله اول اینه که یه سیستم عامل امن داشته باشیم. برای اینکه سیستم عامل امن داشته باشیم باید ببینیم سیستم عامل ما از چیا تشکیل شده. لایه‌های سیستم عامل اینا، یک کرنل داریم که کرنلمون همون کرنل لینوکسه، کرنل لینوکس آزاده، ما مشکلی از این جهت نداریم. توی حوزه سیستم عامل تلفن همراه مشکل کرنل نداریم، کرنل رو میتونیم از انبودانش مطمئن باشیم. یه لایه‌ای داریم به اسم هال، لایه انتزاع سخت افزار. این چیکار می‌کنه؟ این درایورهایی که برای قطعات مختلفتون هست رو اونجا قرار میدید، اون تبدیلش میکنه در واقع به چیزی که کرنل میفهمه. خود درایورها و اون کدهایی که حالا مربوط به فهمیده شدن این درایورها توسط کرنل هستن توی یک لایه به اسم هال، که بهش میگن انتظار سخت افزار. یه چارچوب نرم افزاری داریم که در حقیقت میشه اون چیزی که ما از سیستم عامل میشناسیم. اگه اندروید استفاده میکنیم یه چارچوبی داریم به اسم AOSP، Android Open Source Project، که اون چارچوب نرم افزاریمونه. حالا روی این یه سری برنامه نصب میشه، اون برنامه‌های مختلفی که هست برنامه‌های کاربردی میتونیم در نظرش بگیریم دیگه. درسته که مثلا شما برنامه دایالر رو شما هر رامی نصب کنید دایالر داره میتونید شماره بگیرید، ولی اون برنامه که داره شماره میگیره در حقیقت یه برنامه کاربردیه که کنارش نصب شده، جزء حالا سیستم عاملمون، جزء اون چارچوب نرم افزاریمون نیست. وقتی که تفاوت اینا رو بدونیم حالا میتونیم ببینیم که هر کدومو چجوری میتونیم امنش کنیم. برای لایه انتزاع سخت افزارمون باید دقت کنیم که از درایورهای آزاد استفاده کنیم، راه اندازهای آزاد استفاده کنیم. اگر که ما یه تولید کننده ایم باید راه اندازهای انحصاری رو برداریم، ببینیم چه قطعاتی کار نمیکنه. اگه لازم شد میتونیم، اگه قطعه‌ای بود که کار نمیکرد میتونیم مهندسی معکوسش کنیم، راه انداز آزاد واسش بنویسیم و بتونیم با اونها کار کنیم. کار بهتر اینه که اگه سازنده ایم، سازنده سخت افزاریم، از سخت افزارهای استفاده کنیم، از قطعاتی استفاده کنیم که راه اندازشون آزاد هست. اگرم که نه، داریم سیستم عامل تولید میکنیم، باید از چیز کنیم این راه اندازها رو برداریم ببینیم کدوم قطعات کار نمیکنه تا بتونیم یه سیستم عامل امن داشته باشیم. حداقل توی چارچوب نرم افزاریمون چی؟ توی چارچوب نرم افزاریمون هم خودش خب یه چیز کامل نیست. خود همون مثلا AOSP که رو اندروید داریم هم متشکل از کلی بسته های مختلفه. یه سری از این بسته ها ممکنه انحصاری باشه، همونطور که مثلا شما وقتی که یه گوشی نکسوز مثلا میخرید روش یه سری بسته های انحصاری هست، نکسوزی که تازه مثلا آزادترینه توی گوشی هایی که تولید میشن یا پیکسل، توی اون هم یه سری بسته های انحصاری هست. توی اون لایه ما باید بیایم اون بسته های انحصاری رو برداریم، بعد ببینیم که اینها چقدر اهمیت داره. یه مثال مثلا بزنم، ما ببینیم که مثلا گوگل پلی سرویسز یه بسته انحصاریه، گوگل پلی سرویس رو برمیداریم، گوگل سینک رو مثلا اینا رو برمیداریم، بعد ببینیم چی میمونه، این بسته ها چقدر اهمیت داشت، آیا اونقدر اهمیت داره، اونقدر حیاتی هست که ما بخوایم براش دنباله جایگزین بگردیم یا نه. مثلا خیلی از موارد گوگل پلی سرویس رو بردارید خب به مشکل نمیخورید، خب پس لازم نیست چیزی جاش بیاریم. ولی بعد مثلا میبینیم که گوگل سینک، مثلا کلندر سینک رو برداشتیم دیگه کلندر مثلا کار نمیکنه، نمیتونیم تقویم داشته باشیم، باید بگردیم دنبال یک جایگزین براش، مثلا چه من بریم آنکلاد دودرایت بیاریم یا هر چیز مختلفی، بسته آزاد مشابه استفاده کنیم، یا اگه نبود یه بسته آزاد جدید واسش بنویسیم که بتونه اون کار رو انجام بده. نرم افزارهای کاربردی هم که خیلی کار سختی نیست، نگاه میکنیم نرم افزارهای کاربردی کدوماش غیر آزاده حذف میکنیم، حالا اگر که مهم بود میتونیم یه چیز آزادی جایگزینش بذاریم دیگه. و از همه مهمتر خود برنامه گوگل پلی، اون جایی که ازش برنامه دانلود میکنید اون هم آزاد نیست. شما اگر که قراره که همشو آزاد کنید حواستون باشه که اون فروشگاه موجود که گوگل پلی رو وردارید به جاش یه چیز آزاد بذارید، مثل افتروید. افتروید چند نفر میدونن چیه؟
خب خیلی کم میدونه، یه توضیح بدم. افدروید یه چیزیه مثل همون گوگل پلی که شما از توش میرید برنامه نصب میکنید، برنامه هاتون آپدیت میشه و این داستانا واسش اتفاق میفته، با این تفاوت که تمام برنامه هایی که توش هست برنامه های آزاده، نرم افزارهای آزادی ان که امنیتش هم رعایت شده. یه نکته مهمی که هست توی گوگل پلی خیلی ممکنه امنیت رعایت نشده باشه. چرا؟ چون نویسنده ها، کسایی که برنامه می نویسن، برنامه شونو خودشون بیلد میکنن، برنامه بیلد شده رو امضا میکنن، گوگل یه فضایی بهشون میده که برنامه ها رو میذارن اونجا. این از دیدگاه ماها که حالا مثلا خیلی با گنو لینوکس کار کردیم اصلا امن نیست، چون ممکنه یه نفر حالا بیاد توی اون برنامه دستکاری بکنه، یه ویژگی بدی اضافه کنه داخلش. توی افدروید اینجوریه که وقتی یه کسی یه برنامه ثبت میکنه، آدرس مثلا اون جایی که هست، گیت لب، گیت هاب، هر جایی که هست رو میده. اون برنامه بعد از اینکه بررسی شد که آزاد هست و مشکل مثلا امنیتی توش نداره، میاد داخل افدروید، برنامه ها بیلد میشه، بیلد که شد خود توسط خود افدروید امضا میشه و میره روی مارکتش. دقیقا همون چیزی که ما توی مخازن گنو لینوکس داریم. و توصیه ها به کاربرانه، این بخشو در حقیقت من این اسلاید ها رو چون فوکوسش روی کسانی بود که تلفن همراه تولید میکردن یا سیستم عامل یا خود تلفن بود، اینه که این توصیه ها رو به کاربران بکنن. شما که اینجا هستید، خودتون کاربرید، میتونید این توصیه ها رو مستقیما از همینجا بگیرید. فقط از نرم افزار آزاد استفاده کنید، هرگز روی گوشیتون نرم افزار غیر آزاد نصب نکنید. من گوشی که اینجا دارم روش نزدیک 60 70 تا برنامه دارم، همشون هم آزاد کار میکنم، هیچ مشکلی هم در ارتباط روزمره هم ندارم، هیچ کاری نیست که من نتونم با این بکنم با استفاده از فقط نرم افزار آزادی که روشم. پس نترسین، اصلا نترسین که اگه من نرم افزارهای انحصاریشو حذف کنم ممکنه به مشکل بخورم. هیچ وقت مشکل نمیخورید، از لایه سیستم عامل گرفته که مثلا من سایانوژه مود نصب کردم، هر سیستم عامل آزاد دیگه ای میتونید نصب کنید. اگه گوشیتون ساپورت میکنه فایرفاکس، او اس هم انتخاب خوبیه چون آزاده. اگه گوشیتون ساپورت میکنه اوبونتو، انتخاب خوبیه چون آزاده و نرم افزار آزاد استفاده کنید. توی مرورگر هاتون هم همینه. حالا اینو چون گفتم نرم افزار آزاد، یه چیز بزنم، مرورگر اون وب ویوی که روی سیستم عامل هست معمولا امن نیست، سعی کنید از اون استفاده نکنید. بهتر اگه یه مرورگر خوب میخواد، فایرفاکس خیلی مرورگر خوبیه. آره، بعد همیشه چیز کنید، حتما گوشیاتون رو رمزنگاری کنید. اگه اندروید استفاده میکنید یا مشتقاتش، یه گزینه‌ای داره از اندروید 5 به بعد فکر میکنم که استوریج انکریپشنه. شما میتونید تمام اطلاعات رو گوشیتون رو رمزگذاری کنید. خوبیش اینه که وقتی که رمزگذاری میشه، اگه که گوشیتون رو گرفتن در حالت فیزیکی هم، تا شما حالا اون چیزای لازمش رو ندید، رمز لازمش رو ندید، گوشیتون باز نمیشه، کسی نمیتونه اطلاعات روشو بخونه تا خودتون نخواید. از نرم افزارهای پیر تو پیر استفاده کنید. چرا؟ چون این وسط کسی نیست که بتونه بخونه. شما اگر که مثلا از تلگرام استفاده میکنید، چت عادیش سمت شما یه بار رمز میشه ولی میره رو تلگرام، وا میشه، تلگرام دوباره رمز میکنه و میفرسته به مخاطبتون. این امن نیست. چرا؟ چون یک، تلگرام میتونه بخونه و حتی اگه به تلگرام اطمینان داشته باشیم، یه نفر میتونه نفوذ کنه به تلگرام و پیامهای همه رو بخونه. سعی کنید مثلا از یه چیزی مثل رینگ استفاده کنید که مستقیم دوتا گوشی رو به هم وصل میکنه، جفتشون وصل نمیشن به یه جا، از اونجا با هم ارتباط برقرار کنن. ولی اگه مجبورید این کارو بکنید، مثلا تو اس ام اس مجبورید، توی مثلا ایمیل زدن تقریبا مجبورید که از یه سرور واسطه استفاده کنید، از رمزگذاری های اند تو اند استفاده کنید. رمزگذاری اند تو اند اینجوریه که شما سمت شما رمزگذاری میشه، گوشی مخاطبتون باز میشه. مثل چی؟ مثلا اگه اس ام اس دارید، یه برنامه‌ای هست به اسم سایلنس، یا اگه ایمیل استفاده می‌کنید میتونید از K9 میل استفاده کنید و آی جی پی. اینا با استفاده از پروتکل جی پی جی پیاماتون رو رمز می‌کنن و به شما اطمینان میدن که اون وسط کسی نمیتونه پیاماتون رو بخونه. یا او تی آر هم یه نمونه دیگه از رمزگذاری‌های اند تو اند. اینا برید ببینید چی. از شبکه تور استفاده کنید، حتما میتونید از اوربات استفاده کنید، همیشه اوربات روشن باشه، روی حالت وی پی ام مود باشه که تمام ارتباطاتتون از تور رد بشه. این خیلی کمک میکنه بهتون که امنیتتون رعایت شه. و وقتی که از گوشی استفاده نمیکنید، بذاریدش روی حالت پرواز، روی فلایت مود، ایرپلین مود، هر چیزی که حالا تو گوشیتون هست. این اطمینان رو میده که گوشیتون قابل ترک شدن نیست به صورت عادی. وقتی که شما گوشیتون روشنه، هر جا که میرید حداقلش اینه که دکلهای مخابراتی شما رو میبینن دیگه، میتونن ترک کنن ببینن کجایید. اگه استفاده ندارید ازش، بذاریدش روی فلایت مود که ترک نشید. وقت اونم تموم شده، تشکر می‌کنم.